جنگل‌های یاسوج. بیا تا برایت بگویم از سرزمین آب و آفتاب و حبوط آرامش بی‌نهایت، از سخاوت بیشمار این کوه و این سنگی دلرحم، از بود حضور فرزندانی که در کالبد این همه نهال سر از خاک در آورده و زیر سایه استقامت دنا زیسته و قد کشیدند، تا با هیبت گیرای موروثی خود دوشا دوش یکدیگر آماده باش بایستند و شکوه بکری به نام جنگل را بسازند. بیا تا برایت حیای جنگل‌های دنا و نغمه پرندگان رها را بسرایم. به راستی چگونه این همه شاخه‌ای که این چنین آرام از این همه تاریخ پرآشوب عبور کردند بدون آنکه غبار خستگی و کهنگی را بر خود نشانده باشند، غروری با این بکری و عظمت را با خود افراشتند؟ این جنگل میراث تاریخ است، میراثی از آبهای دنا، از بخشش دنا. نیاکان مردمان این جنگل آموزگار چگونه بخششش بودند و با نیم نگاهی آموختند که چگونه روی شاخه های درختان مهربانش به پرندگان آشیانه های فراوان هدیه دهند و درون جان سبزش لانه های متعددی برای سنجاب ها وقف کنند و با گستردگی شاخه هایش سایبانی بسازند بر سر پیرمردان هیزم شکنی که رزق خود را در دنا جستجو می کنند.
پارک جنگلی یاسوج یا پارک بزرگ کوهستان یاسوج مساحتی نزدیک به 1000 هکتار دارد و بزرگترین پارک جنگلی در جنوب کشور محسوب می شود. این پارک در شمال شرق شهر یاسوج مرکز استان کوهگیلویه و بویرحمت واقع شده و بخشی از حوزه آبخیز رودخانه بشار محسوب می شود. غالب درختان این پارک که حدود 76% آن را تشکیل می دهند بلوط است و بقیه بادام کوهی، ارژن و بنه هستند. در ارتفاعات بالا هم بوته ها و درختچه ها پوشش غالبند که حتی در زمستان نیز سرسبزی و زیبایی خود را به رخ می کشند. چیتاب در فاصله 38 کیلومتری شهر یاسوج از شمال به دمچنار، از جنوب به سالهان، از شرق به نقارخانه و از جنوب به محمد آباد و جوزار می رسد که دارای آب و هوای معتدل و دلنشین است. منطقه چیتاب از یک طرف در دامنه کوههای پوشیده از جنگلهای انبوه و مراتع سرسبز قرار دارد و از سوی دیگر مشرف به رودخانه کپگیان با جلوه بسیار زیبا و دیدنی است. رودخانه چیتاب که به کپگیان معروف است، دارای دریاچه‌های کوچک یا برم و درخت‌های بلند چنار و بید است. خزه ها، جلبک ها و بید های لرزان نیز خواسته و ناخواسته به رنگامیزی این مسیر پر اسرار کمک می کنند و با رنگ سبز خود خورشید را در این آب گوارا انعکاس می دهند. این رودخانه بی نیاز از آب کوهساران است. اینجا زمین می جوشد و آب را به جریان می اندازد. و چه صحنه ای از این شگرفتر که موجهای آب نه از برخورد با صخره ها بلکه از جوشش زمین شکل می گیرند. سرچشمه های آب از کف زمین و اعماق خاک فوران می کنند و با این سرریز جلوه‌ای بکر و منشأ احساسی خاص را به وجود می آورند. پاتاوه، غار دهشیخ.
دوباره بار سفر می‌بندیم و همراه نسیم به سمت سرزمین شگفت‌انگیز دیگری پر می‌گشاییم. اینجا را باید دید. اینجا را باید با سلول‌های تن و سرسپردگی‌های بی‌محابا حس کرد. تصویر و زبان از وصف زیبایی غریب اینجا عاجزند. در اینجا قدم به سرزمین افسانه‌ها خواهی گذاشت. قدم به سرزمین عجایب. سرزمین گمشده‌ای در دل تاریخ و به قدمت پیدایش تاریخ. اینجا سال و ماه چندان به چشم نمی آید. روز و ماه و سال گمشده تاریخ دور از دست رس این منطقه است. وقتی به اینجا می رسی، چاره ای نداری جز این که درباره هزارها و میلیونها سال سخن بگویی. پل‌های پاتاوه و شاهنشین. بشار رودخانه است به طول 120 کیلومتر که از مرز کهگیلویه و بوی رحمت با فارس آغاز می شود و در مرز کهگیلویه و بوی رحمت با چهارمحال بختیاری آنجا که کارون را می زاید تمام می شود. این رودخانه که بیشتر در شرق و شمال شرقی استان جریان دارد در مسیر خود از شهر یاسوج عبور می کند و به سمت دوراهان پیش می رود. پس از عبور از شمال شرقی منطقه و بعد از ورود به رودخانه خرسان در پوزه شمالی دنا از شمال مناطق بوی رحمت سفلا و تیبی گذشته با نام بارز به رود کارون می پیوندد و به سوی خلیج فارس سرازیر می شود. یکی از آثاری که در جای جای این سرزمین و در هر دوره تاریخی خودنمایی می کند، پل است. تا جایی که پل‌ها نمادی از تمدن، فرهنگ، هنر و معماری سرزمینمان شناخته می شود. ایران به خاطر شرایط اقلیمی و موقعیت ویژه جغرافیاییش همیشه در امر پل‌سازی سرآمد بوده است. پل‌سازی ریشه در تاریخ کهن سرزمین ما دارد. پاتاوه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی یکی از راه‌های اصلی تیسفون، استخر، شوش، بهبهان و اصفهان بوده که کاروانیان از آن عبور می‌کردند
و بر این اساس پل‌های بسیاری در این منطقه بنا شده است. مجموع پل‌های تاریخی پاتاوه شامل 5 پل تاریخی است و هر پل با توجه به طغیان‌های رود بشار تخریب شده و دوباره بازسازی شده است که از جمله آنها می‌توان از پل بزرگ پاتاوه نام برد که اکنون چند اتاق چشمه از آن باقی مانده. تخت شاهنشین یا پای پل یکی از آثار تاریخی در استان کهگیلویه و بویراحمد است که سابقه باستانی دارد. این اثر تاریخی به احتمال بسیار در دوره خود یکی از مراکز پرتردد محسوب می شده. قدیمی ترین پلی که از مجموعه پل‌های تاریخی پاتاوه باقی مانده، پل تخت شاهنشین بوده که به دوره ساسانی برمی گردد. از مشخصات ویژه این پل، وجود علائم و نشانه های سنگ تراشی روی سنگ های تزئینی این پل است. در مورد سابقه این پل اختلاف نظر وجود دارد. برخی کارشناسان تخت شاهنشین را بازمانده‌ای از دوره ساسانی می‌دانند و برخی دیگر این اثر را قدیمی‌تر از دوره ساسانی دانسته و بر این عقیده‌اند که پل از دوره حاکمیت هخامنشیان بر جای مانده است. غار دهشیخ. برای دسترسی به این جاذبه شگفت‌انگیز، پس از مسافتی حدود 45 کیلومتر به بخش پاتاوه شهرستان دنا خواهید رسید. ریزش قطرات آب از قندیل ها زیبایی و جلای خاصی به بدنه غار داده است. ریزش آب را می توان نشان از این دانست که این قندیل ها در حال رشد بوده و این غار یک فضای زنده است که طی قرن های متمادی رشد کرده و همچنان به این روند ادامه می دهد. به هر سوی این غار شگفت‌انگیز که نگاه کنی، ورودی دالان‌هایی را می‌بینی که گویا قرار است تو را به سرزمین اسرارآمیز دیگری هدایت کند. سرزمینی ناشناخته که شاید جلوه‌های دیگری از حیات انسان‌ها در روزگاران دور در آن نهفته باشد. یا شاید مکانی اسرارآمیز که منتظر مانده انسانی از راه رسیده و آن را کشف کند. این که نمی‌دانیم تا کجا ادامه دارد و چند قدم جلوتر چه چیزی انتظار ما را می کشد، بر رازآلودی و جذابیت بصری آن می افزاید. دهشیخ یک غار آهکی کاملا طبیعی است که شکل گیری آن به دوره دوم زمین شناسی مربوط می شود که در گذر زمان آب به صورت چرخشی از حفره های آن عبور کرده و بر اثر این حرکت چرخشی آب 7 دالان شکل گرفته که ارتفاع برخی از این دالان ها به 7 متر هم می رسد. از دیگر شگفتی های این غار، گرم بودن آن در زمستان
و سردی هوای درون آن در تابستان است. سفال‌ها و استخوان‌های کشف شده در این غار 135 میلیون ساله نشان می‌دهد که در هر مقطعی از تاریخ برخی از انسان‌ها این غار عظیم و اسرارآمیز را برای زندگی انتخاب کرده بودند. هرچند قدمت این سفال‌ها هنوز به درستی مشخص نشده، اما برخی کارشناسان قدمت آنها را به قبل از ظهور اسلام نسبت می‌دهند. ولی نبود هیچ گونه نقاشی روی دیوارهای غار نشان می‌دهد که این مکان طی قرن‌ها دست نخورده و ناشناخته باقی مانده است. غار دهشیخ یکی از حدود 600 غار شناسایی شده در کشور است. به لحاظ وسعت و عمق تا کنون رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بر اساس مطالعات عمق غار بیش از 6 کیلومتر تخمین زده می شود و به دلیل همین وسعت هنوز بخش ها و دالان هایی از آن شناسایی یا باز نشده است. از دیگر جاذبه های این غار می توان به وجود حوضچه های بزرگ و کوچک آبی اشاره کرد. این حوضچه ها به شکلی حیرت آور توسط دالان های باریک به هم متصل می شوند. در برخی از دالان های غار دهشیخ، پرندگان و جانوران زیادی به ویژه خفاش، موش و انواع بندپایان از جمله حشرات، عنکبوت، صدپا و سوسک پیدا می شوند. Thank you.
در این غار هیچ آذین بندی که توسط انسان انجام شده باشد وجود ندارد. آنجا عظمت خداوند را میتوان دید. میتوان قدرت خداوند را در به هم پیچیده شدن سنگ ها و پایین آمدن قندیل ها مشاهده کرد. آن زمان که به سقف بلند این غار نگاه کنی، از شکوه قندیل هایی که از آسمان به زمین برخورد کردند و دوباره به آسمان بازگشتند شگفت زده خواهی شد.